رامیو خدا و با عرض سلام به خبرهای ساعت 7 صبح از تلویزیون ملی افغانستان خوش آمدید. جنرال جان نیکولسن قماندان عمومی ناتو در افغانستان میگوید که ایالات متحده آمریکا و ناتو در کنار مردم افغانستان در برابر تروریستان و دشمنان مردم این کشور به مبارزه ایشان ادامه میدهند. وی تأکید می کند که آنان هرگز به تروریستان اجازه نخواهند داد تا بار دیگر افغانستان را برای خود لانه های امن بسازند. در همین حال هوگو لارنس شارژ دافیر خاص سفارت آمریکا در کابل از پاکستان خواست تا در برابر گروه های هراس افغان اقدام نماید و دیگر اجازه ندهد امنیت افغانستان و منطقه را به تهدید مواجه سازد. جزئیات بیشتر در گزارشی از علی حسنیار. جنرال جان نیکولسن قماندان عمومی ناتو در افغانستان با شارژ دافره خاص سفارت آمریکا در کابل روز پنجشنبه که در یک نشست مشترک خبری پیرامون راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا برای افغانستان صحبت می‌کردند گفت که کشورهای عضو ناتو و ایالات متحده آمریکا مصممند تا در افغانستان بر ضد تمامی گروه‌های تروریستی و مبارزه جدیشان ادامه دهند. در ماه‌های آینده نیروهای حمایت قاطع مشوره‌دهی و آموزش به نیروهای امنیتی افغان را ازدیاد می‌بخشد و قوای هوایی افغانستان بیشتر تقویت خواهند شد. ما به حمایت از نیروهای امنیتی و مردم افغانستان برای نابودی داعش و قایای القاعده و دیگر گروه های تروریستی ادامه می دهیم. قماندان عمومی ناتو در این نشست خبری تأکید کرد که دشمنان مردم افغانستان در میدان های نبرد شکست خوردند و آنان راه جز برگشت به صلح را ندارند. پیام ما برای طالبان ساده و واضح است. جنگ و وحشت را در برابر مردم افغانستان متوقف کنید، کشتار را متوقف کنید و صلاح به زمین بگذارید و در کنار مردم افغانستان به زندگی مسالمت‌آمیز برگردید. در این حال شارژ دافر خاص سفارت آمریکا در کابل بر افزایش فشارها بر طالبان به منظور کشاندن این گروه به گفتگوهای صلح با دولت افغانستان تاکید می‌ورزد. ما باید فشار را بر طالبان نگه داریم تا ناچار به گفتگو با حکومت افغانستان گردند و جنگ کنونی پایان یابد. برخی از عناصر هنوز هم از طالبان پشتیبانی میکنند و ما از کشورهای منطقه میخواهیم تا دست همکاری را به حکومت افغانستان داده و پاکستان و هند در این زمینه نقش ایفا نمایند. این در حال است که اعلام راهبرد تازه آمریکا در قبال افغانستان با واکنش های گوناگون در داخل و بیرون از کشور مواجه شده است. از روز تأسیس قوای هوایی در حال اسای قماندانی قول اردوی هوایی تجلیل به عمل آمد که لوی درسیز قوای مسلح از نقشه را و پلان 4 ساله بخاطر انکشاف قوای هوایی سخن زده گفت که تلاش ها بخاطر ارتقای قابلیت های این نیروها به جدیت جریان دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم محمد ابراهیم همدم. از 96مین سال روز تأسیس قوای هوایی کشور تای محفل خاص به اشتراک دگر جنرال محمد شریف هفتلی لوی درسیز قوای مسلح، دگر جنرال محمد دوران معاون شورای امنیت در امور هوایی، دگر جنرال عبدالوهاب پیلوت معاون لوی درسیز در امور هوایی، جنرالان، افسران، مهمانان خارجی و داخلی، جوانان و متقاعدین قوای هوایی تجلیل به عمل آمد. لوی درسیز قوای مسلح ضمن تبریکی این روز خجسته بیان داشت که قوای هوایی با نقش بارزش در میدانهای نبرد پشتیبان خوب قوتهای زمینی بوده و ضربات مرگبار را به دشمن وارد نموده است. جنرال یفتلی همچنان گفت انکشاف قوای هوایی در اولویت کاری رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزارت دفاع ملی است که با طرح نقشه را پلان 4 ساله انکشاف قوای هوایی و کماندو در صدر وظایف ما قرار دارد و در این راستا گام های ارزشمند برداشته شده است. تورن جنرال محمد شعیب پیلوت قماندان قوای هوایی سخنرانی نموده گفت که فعلا قوای هوایی ما دارای تیارات
و هلیکوپترهای جنگی و ترانسپورتی بوده و توانمندی پیشبرد و اجرای وظایف همچو حمایه، انتقال اکمالات، تخلیه و وارد نمودن ضربات کوبنده را بالای مواضع دشمن و کمک رسانی به مناطق آسیب پذیر را در هر نوع شرایط به عهده دارد. در محفل قماندان لوای هوایی کابل تاریخچه قوای هوایی را که 96 سال قبل توسط شاه امان الله خان غازی اساس گذاری شده بود به قرائت گرفت. همچنان سفیر صلح قوای هوایی، سفیر صلح جوانان افغانستان و جنرال خاتول سخنرانان دیگر محفل بودند که از نقش برازنده نیروهای امنیتی و دفاعی ستایش به عمل آوردند. مقامات امنیتی در بغلان از کشته و مجروحیت 18 تن از نیروهای طالبان در نتیجه یک درگیری مسلحانه در ساحه کلگی ولسوالی دوشی این ولایت خبر می‌دهد. شرح بیشتر در گزارشی از همکارم ذبیح الله رئیس زاده. طالبان در یک اقدام غیر مترقبه بالای بازارک کلگه ولسوالی دوشی حمله نموده و مسیر شاهراه بغلان کابل را بر روی ترافیک موقتا مسدود ساختند. اما در نتیجه عملیات تصفیهوی که به گونه مشترک از جانب نیروهای امنیتی در مقابل طالبان انجام شد، 8 تن از افراد طالبان کشته شده و 10 تن دیگر آنان مجروح شدند. عبدالحی نعمتی والی بغلان همراه با جنرال شورگل معاون وزارت دفاع ملی، جنرال امیرگل حسین خیل عامر امنیت پلیس و رئیس امنیت ملی بغلان که از ساحات تصفیه شده از وجود طالبان و گشایش مجدد شاهراه بغلان کابل بازدید می نمودند، فعالیت های سربازان نیروهای امنیتی را مورد تقدیر قرار داده و مدعی شدند که این نیروها طالبان را در هر گوشه و کناری از این ولایت هدف قرار خواهند داد. در این حال شماری از باشندگان بغلان نیز فعالیت های نیروهای امنیتی را در مقابل گروه های تروریستی ستوده و خواهان ریشه‌کن نمودن لانه های اصلی طالبان در اراضی بغلان شدند. و خبر اخیر هم، تعمیر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیز به هزینه 12 میلیون افغانی به حدود 230 متر زمین از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان اعمار گردید. تعمیر جدید ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیز امروز طی مراسم افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. در محفلی که به همین منظور در سن این ریاست برگزار گردیده بود، احمد احسان سروریا رئیس اطلاعات و فرهنگ در مورد ساخت این تعمیر و مصارف ساختمانی پروژه مختصرا معلومات داده، گفتند این تعمیر در ساحه 230 متر مربع زمین به ارزش مجموعی 12 میلیون افغانی از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ در دو طبقه به شکل اساسی و پخته اعمار گردیده است که دارای 12 باب اتاق برای دفاتر و سایر ملحقات مجهز می باشد. این بود اخبار این ساعت. از توجه و همراهیتان سپاس. وقت بخیر. خدا نگهدار. د ویلی تریزون قلرمن لیدونکو او په ځنګړ توګه د لوبي ډګر د خبرونې